درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر استانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت جناب حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی و فعال سیاسی خدمتون تقدیم میکنم. درود بر جنابالی. جناب کلاشی، تشریف دارید در برنامه؟ درود بر شما و درود بر بینندگان عزیز. بسیار متشکر در این برنامه تشریف آوردید. به همونطوری که قبلا صحبت کردیم، ما یه گفتگوی دو جانبه خواهیم داشت. تعدادی پرسش من دارم و بعدم متقابلا اگه جنابالی پرسشی داشتید لطف بفرمایید مطرح بفرمایید. عرض کنم که اون چه که الان مسئله حاد در مورد ایران هست، مسئله این است که به نظر جنابالی با توجه به این رویدادهایی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده و رویدادهای بین‌المللی، به نظر جنابالی آیا این امکان هست که این خامنه‌ای دو مرتبه با نشستن پای میز مذاکرات جام زهر رو مثل خمینی بنوشه یا خیر؟ این رویدادهایی که بنده اشاره میکنم که قسمتی از اون خود جنابالی بهتر آگاهی دارین، یکی سفارایی جدید رژیم در برابر ملت و جنبش‌های اعتراضی که شکل وسیع‌تر به خودش داره میگیره و به خصوص پیوند بین این جنبش کارگران و معلمان و دانشجویان خیلی شدیدتر شده و همینطور تغییرات اساسی که در سطح فرماندهان در ارتش و سپاه داده شده و همینطوری که بهتر می‌دانیم وارد کردن نیروهای تروریستی از خارج از کشور که البته تعداد زیادی از اونها کارمندان حقوق بگیر خود رژیم جمهوری اسلامی هستن، مثل این هشت الشعبی ها که اصلا این یکی از سازمان هاییست که به وسیله سپاه قدس تشکیل شده و همینطور با توجه به آرایش جنگی ناوگان هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس و از نظر سیاسی سقوط این دیکتاتورهای متحد سیاسی جمهوری اسلامی مثل الجزایر، سودان که انجام شده و ونزوئلا که در حال سقوط است. یک مسئله بسیار بسیار مهمتر که حالا بعد از بیانات جنابالی من توضیح خواهم داد، عدم طرفداری روسیه از ایران که هنگام تحریم نفت که هدف آمریکا این است که نفت ایران مقدار صادرات به صفر برسونه، آقای پوتین مطلقا اصرار نکرده که ما متحد، یعنی به رو خودش نیورده که ما سالها متحد جمهوری اسلامی بودیم و بنابراین از دید خودش به عنوان یه وطن پرست روسی اعلام کرده که ما به اتفاق عربستان این سطح نفت اونقدر میبریم بالا که جبران این کمبود صادراتی که از طرف جمهوری اسلامی در اثر تحریم به وجود میاد بکنیم. و بعدم یک مسئله دیگه، این توقیف کشتی جمهوری اسلامی به وسیله لیبیه که عنوان کردن که این یک کشتی حامل سلاح بوده و برای منطقه ممکنه امنیتش به خطر بندازه و از همه مهمتر مقاومت میهن پرستانه مردم ایران در برابر نیروهای تروریستی بیگانه است، به خصوص در خوزستان بوشهر. البته در این زمینه یک ویدیوی کوتاهی است که اینو بعداً ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز. حالا می‌خواستم با توجه به این سوالات بنده جناب‌عالی نظرتون بفرمایید که من قسمت اول سوال رو تکرار می‌کنم، آیا به نظر شما این عوامل نشانگر این هست که آقای خامنه‌ای زیر قبول می‌کنه که بشینه پای میز مذاکره یا خیر و بعدم جام زهر رو بنوشی آخر؟ خواهش میکنم. با درود مجدد خدمتون و خدمت بینندگان عزیز، مسئله آیا به سمت یک تسلیم دوباره داریم حرکت میکنیم یا نه،
باید عرض بکنم که بله، با توجه به اظهاراتی که ظریف داشت در این دیدار اخیر و سفر اخیری که داشت، حامل پیامی بود که حاضرند وارد گفتگو بشن و حاضر هستن که پای میز مذاکره بنشینن و بعضی از مسائل رو حل بکنن. اساسا توی جمهوری اسلامی پروژه های بزرگی برداشته شده. برای اینکه بتونیم توضیح بدیم چه اتفاقی پیش خواهد آمد، پروژه های بزرگی در جمهوری اسلامی طراحی شده، از جمله پروژه هسته‌ای یا پروژه نابودی اسرائیل. اما بحث اینه که با این مسائل به عنوان پروژه برخورد نشده. یعنی ما این جمهوری اسلامی رو در نظر نگرفته که نیروی انسانی پروژه کجا هستش، طراحی های پروژه کجا هستش و از کجا قراره که هزینه های این پروژه فراهم بشه. همین خاطر بعد از اینکه ایران جمهوری اسلامی گام هایی رو در مسیر هسته‌ای برداشت، آمریکایی ها همزمان دو بازی مهم رو انجام دادن. یکی اینکه منابع مالی رو که از محل نفت تامین میشد رو تحریم کردن، چون متوجه بودن که هزینه های این پروژه از محل نفت تامین میشه و نه از محل مالیات مردم. به همین خاطر اومدن و درآمدهای نفتی ایران رو محدود کردن از طریق تحریم هایی که اعمال شد. از طرف دیگه ای هم متوجه این نکته بودن که اگر مسئله امنیت یا مسئله مناسبات سیاسی و اجتماعی در داخل ایران بشکنه و تغییر پیدا بکنه، این نتیجهش این خواهد شد که جمهوری اسلامی نتونه یک پارچه و یک صدا از این مسئله دفاع بکنه و عقب نشینی خواهد کرد. در مسئله هسته‌ای ملاحظه فرمودی که یک قرارداد بسیار ننگینی رو امضا کردن، در حالی که پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه هسته‌ای به عمل آمده بود و هزینه‌های هنگفتی بابت این پروژه‌های هسته‌ای و گسترش این فناوری خرج شده بود. با همه اینها در نهایت در پی فشارهایی که به عمل اومد و بعدش هم اعتراضات سال 88 که ساختار قدرت در ایران رو به صورت رادیکالی دو قطبی کرد، جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نشست و تسلیم شد، اگرچه وانمود کردن که اون مسئله در ایته ادامه جنگ، ادامه تخاصم هستش و صرفا یک نرمش قهرمانانه است. الانم همونطور که تو حوزه هسته‌ای دیدیم، بخشی از ساختار نظام قائل به مقاومت بود و در این حال بخشی از نظام که اتفاقا هر دوی اینها دارای نماینده ها و قدرتی هستند در رأس قدرت موجود در جمهوری اسلامی، اونها میخواستن که مذاکرات انجام بشه، روابط ایران با اروپا و تا حدودی با آمریکا عادی بشه. در این حال بخشی از قدرت هم خواهان مقاومت بود. ظریف نماینده اون بخشی از قدرت هستش که خواهان مقاومت بود، خواهان مصالحه بود، خواهان انجام یک قراردادی بود با طرف آمریکایی. در اون بره ظریف از طرف اونها حمایت شد. ما دیدیم که وقتی که پرونده اومد توی مجلس، در مجلس مسئله از طریق بیت حل شد، از طریق شورای امنیت ملی و بیت حل شد. این مسئله به این خاطر بود که پروژه اصلی در بیت طراحی شده بود، بدنی و بخشی از بیت اونجا اونو طراحی کرده بود و آقای ظریف هم نماینده اون طرح اون طراحی هستش. این دفعه هم که به آمریکا رفته بود، آقای ظریف عنوان کرد که میخواد یک سری از معاملات رو انجام بده، از جمله در مورد این زندانی های سیاسی موجود در آمریکا و ایران وارد مذاکره بشه و به کررات هم این کلید واژه رو به کار برد که این اجازه به من داده شده که وارد مذاکره بشم. مثلاش این بود که بنشینیم پای میز مذاکره و من مجوز دارم در مورد بعضی چیزهای دیگر هم با شما وارد مذاکره بشم. اما واقعیت امر اینه که تا اونجایی که میشه حد زد، آمریکایی‌ها به خاطر محاصره سنگینی رو که در حوزه اقتصادی به عمل آوردن، حاضر نباشن توی این مرحله به این راحتی مذاکره بکنن تا زمانی که فشارهای اقتصادی به ایران سنگین‌تر بشه، اثر خودش رو بیشتر ببخشه و در نهایت آمریکایی‌ها بتونن در مذاکره امتیازاتی رو بگیرن که در یک جنگ محتمل می‌تونن به دست بیارن بعد از اینکه شکست کامل به ایران وارد کرد. خب آقای نصر اصفهانی، من تا اونجایی که فکر می‌کنم ظرفیت برنامه هست، این قسمت برنامه هست، پاسخ دادم. در این حال می‌خواستم ببینم که حضرت عالی به عنوان یک فعال سیاسی قدیمی
چه نوع نگاهی دارید به این قضیه؟ فکر میکنید که جنگی بین ایران و آمریکا رخ میده یا چنین چیزی رو محتمل نمی‌دونید؟ بسیار سپاسگزار جناب کلوشی از پاسخ مبسوطی که فرمودید. اما در مورد سوالی که فرمودید که آیا جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی امکان پذیره یا خیر، اینو بنده دید شخصی خودم عرض میکنم. بنده فکر میکنم از نظر آمریکا جنگی ضرورتی نداره، برای اینکه با همین روش هایی که تا به حال انجام داده کم و بیش به اون چی که میخواسته رسیده. نمونش هم همین به اصطلاح صحبت های آقای ظریف این طرف اون طرف و یا نشانه های دیگری که گفته میشه با از طریق کشور عمان و پادشاه اونجا مذاکرات در هر صورت در جریان هست. البته هیچگاه فاش نخواهد شد تا موقعی که به نتیجه عملی برسه. بنابراین آمریکا کم و بیش به اون چیزی که میخواد رسیده، نه 100%، ولی هست. ولی از نظر خود جمهوری اسلامی همونطوری که میدانید و در زمان جنگ ایران و عراق هم خود خمینی چندی بار اعلام کرد، از دید جمهوری اسلامی جنگ نعمته. حالا دلایل مختلفی داره، ولی در هر صورت برای اونها اولین نعمتی که برای اون هست این است که بحران ایجاد میشه در داخل کشور و به عنوان دفاع از کشور همه مردم علی‌رغم میل باطنیشون ممکن است که طرفداری از حکومت بکنن و پشتیبانش باشن. بنابراین آمریکا نه، ولی جمهوری اسلامی بسیار به دنبال این کار است و تحریکاتی هم داره انجام میده برای این کار. البته نمیشه 100% پیش بینی کرد، ولی تا حدی که بنده به نظرم میرسه فعلا در حال حاضر امکان جنگ از ناحیه آمریکا وجود نداره. در هر صورت با وضعی که الان وجود داره و قسمتی هم جناب علی اشاره فرمودید، احتمال این است که یه جنگ داخلی به وجود بیاد، یعنی بین نیروهای مختلف به خصوص این نیروهای بیگانه‌ای که آوردن و همین اسرائیلی که بینندگان ملاحظه فرمودن که چگونه مردم جرأت کردن مأمور انتظامی رو واقعا مورد حمله قرار بدن. یعنی دیگه اون رودرواسی‌ها شکسته و ترس مردم ریخته و بنابراین با توجه به اینکه نیروهای بیگانه وارد کشور شدن، احتمال این هست که یه جنگ داخلی به وجود بیاد. در این فرصت همزمان با این کار، حالا این سیاست جهانیه یا واقعا از جای دیگری این منشأ میگیره، باز فدرالیست ها، کسانی که طرفدار حکومت فدرال هستن، بسیار بسیار فعال شدن اینجا و اونجا راجع به این برنامه تبلیغ میکنن و خطر این است که اگر به این وضع بره جلو، این جمهوری اسلامی حتی حاضره که برای بقای خودش کشور تجزیه بشه و حتی یه گوشه ای از اونجا یا به قولی تهران تنها و به قولی دیگر، یعنی که فقط خوزستان رو در اختیار داشته باشه، بخواد عرض کنم که بقای خودش رو حفظ بکنه و هیچ مسئله دیگری به وجود نیاد. حالا من برمیگردم به دنباله مطلبی که فرمودید، اشاره فرمودید راجع به آقای ظریف و برنامه‌شون. همونطوری که اشاره فرمودید، خب ایشون چند مصاحبه انجام داده در آمریکا و بعدم گفته بوده که در جایی که من این اختیار رو دارم، به خصوص پیشنهاد مبادله زندانیان سیاسی که در اونجا هم گفته شده بوده که اگر قرار بشه مبادله زندان سیاسی بشه باید همه زندانیان سیاسی باشن، در حالی که از نظر آقای ظریف تعداد مشخصی برای این کار در نظر گرفته شده بود. و بعدم در جای دی مهمتر از همه این است که این آقای ظریف برای اینکه به اصطلاح دل آمریکا رو به دست بیاره، در مصاحبهاش طوری صحبت کرد که این از آقای ترامپ یه چهره غیر جنگجویانه ترسیم بکنه و به خصوص اینکه اشاره کرده به صحبت‌های آقای ترامپ در موقع کمپین انتخاباتی، چون اونجا گفته بوده که من به دنبال جنگ نخواهم. حالا بعد از اینکه آقای ظریف که به قول خودش مأموریت داشت و جواب مساعد نگرفت،
حالا راهی کره شمالی شده که با اونجا یک مقداری گفتگوهای سیاسی داشته باشن، ولی اونش مهم نیست. مهم این است که بلافاصله بعد از این شکست اون عواملی که بازم زیر امر مستقیم خود خامنه ای هستن شروع کردن به رجزخوانی که اگر قرار بشه مذاکره ای انجام بگیره این ننگ برای جمهوری اسلامیه. میخواستم یک کمی در این زمینه که بیان فرمودید بیشتر اگر لازم باشه توضیح بدید. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. بله، در مورد آقای ظریف باید اشاره بکنم که ضعیف ترین دیپلمات هاست که ایران داشته در این چند سده‌ای که ما دیپلماسی مدرن داشتیم یا وارد دیپلماسی های مدرن شدیم. آقای ظریف یکی از ضعیف ترین و شاید بگیم دلال ترین دیپلمات هایی هستش که ایران داشته، اساسا نشون با توجه به کاری که در من فکر میکنم دیر یا زود بحث شد به این خاطر اینکه آنچه ایشون در حوزه هسته‌ای انجام داد خیانت آشکار بود، هم امتیازاتی رو که به طرف مقابل واگذار کرد و هم نوع قراردادی که امضا کرد. این تیم اروپایی بودند و علاقه داشتند که از طریق ساخت اقتصادی و سیاسی اروپایی به یک حزب آمریکایی متصل بشن و قدرت رو در ساخت خودشون در گروه خودشون حفظ بکنن برای در سالهای آتی. اما به خاطر اینکه بیشتر دیپلماسی رو زد و بند گروهی و جناحی میفهمیدن که جناح خودشون یعنی یک شبکه ای از قدرت داخل نظام جمهوری اسلامی و یک شبکه ای از قدرت در اروپا و یک شبکه قدرتی در آمریکا، یک جناح سیاسی در آمریکا میبایستی به پای میز مذاکره بره و صلحی بکنه و قراردادی بینشون امضا بشه، برای منافع حزبی جریانی و جناحی خودشون امتیاز بسیار مهمی رو به غرب واگذار کردن و مابعضای مشخصی هم نگرفتن. قراردادی رو امضا کردن که به لحاظ حقوقی بسیار ایراد داشت و در این حال متاسفانه حقوق ایران رو هم تامین نمی‌کرد، منافع ایران. اما الان هم به نظر می‌رسه که آقای ظریف علی‌رغم اینکه بدنی از داخل ایران، بدنی از قدرت مخالف مذاکره هست و متوجه این نکته شده که نمیشه در این شرایط مذاکره کرد و همه شروط آمریکایی‌ها رو پذیرفت، اما در این حال آقای ظریف نماینده اون جناح و جریانی هست که معتقد میشه این کار رو انجام داد و آقای ظریف آن مقداری از قدرت داخل نظام بهره‌مند و برخورداره و مستحضر به اون قدرت که میتونه علارغم مخالفت‌هایی که داخل ایران هست اون رو علناً توی رسانه‌ها عنوان بکنه و تکرار بکنه. اما مدلی رو که در پاسخ سوال پیش عرض کردم بسیار مدل جدیه، شما هم فرمودید، و اون اینه که در هنر جنگ لازم هستش که در جنگ های کلاسیک می اومدن و قلعه رو محاصره میکردن و سعی میکردن که اجازه ندن آب و غذا داخل اون قلعه بشه و در این حال اون محاصره ای که سعی کرده بود همه راه‌های رسیدن غذا و اینجای مستقیم اون محاصره قلعه میشه که بعد از مدتی داخل شهر گرسنگی، بیماری و تشنگی حاکم بشه و نارضایتی های اجتماعی به حدی برسه که هیئت حاکمه یا حاکمان اون قلعه با مردم رو در روی هم قرار بگیرن و احتمالا شورش اتفاق بیفته و یا افرادی از داخل قلعه اقدام بکنن به ارتباط با دشمن. در حال حاضر هم مدلی رو که در مورد ایران به کار رفته همینه. غربی ها، آمریکایی ها تحریم کامل رو به اجرا در آوردن و روز به روز هم میخوان که جلوی رسیدن پول، دلارها و پول و منابعی رو که سالهای سال کشور عادت کرده در حوزه اقتصادی بر پایه اونها بتونه زندگی بکنن رو محدود بکنن ورودشون رو و از این طریق بتونن نارضایتی اجتماعی رو بعد اکثر برسونن، که البته به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دارای اقتصاد معیوب هستش، تولید محور نیست و بیشتر اقتصاد دلالی مبتنی بر نفت وجود داشته در همه این سالها، در پی این تحریم توان تأمین مایحتاج و نیازهای عمومی جامعه رو نداره و نارضایتی ها همونطور که اشاره فرمودید باعث شده که اعتراضات نسبت به سالها و دهه‌های پیش گسترده تر بشه. کارگران و معلمان مسئله الان بیشتر از این که مطالبه ارزش‌های مثل آزادی و یا مسائل دیگر سیاسی باشه، الان به جایی رسیده که بر محور
بقا داره دور میزنه. جامعه ایران، بسیاری از اهالی آحاد جامعه ایران توان تأمین زندگی روزمره خود رو نداره و به همین خاطر این نارضایتی ها بسیار طبیعی است. اعتراض ها از جایی داره میجوشه که نیازهای اولیه مردم اونجا قرار داره و به همین خاطر که ایران وارد یک مرحله بسیار مهمی شده و عبور از این مرحله بسیار مهمه که ما چطور بتونیم از این مرحله عبور بکنیم و نقش ما چه هستش. در این چارچوب میخواستم جناب نصر اصفهانی عزیز از شما بپرسم که شورای راهبردی که از سالها قبل تشکیل شده در زمینه کارهایی که باید اپوزیسیون انجام بده چه پیشرفتایی داشته، چه کارهایی کرده و اساساً چه راهبرد و اساساً به چه منظور تشکیل شده اون شورای راهبردی قدیم و الان اینجا و اونجا گفته میشه که شوراهای راهبردی جدید در حال درست شدن هستش، اونا به چه منظوری دارن درست میشن؟ بله، بسیار سپاسگزار از پاسخ کارشناسانه جناب‌عالی. اما در مورد سوالی که فرمودید، شاید بعضی از بینندگان اعتراض داشته باشند که ما در حدود 4 سال پیش مرتب از تلویزیون پارس برنامه مربوط به شورای راهبردی رو تبلیغ میکردیم و حتی تلویزیون برنامه اینترنتیش هم آماده کرده بودیم. برای این سابقهش برمیگرده به 4 سال پیش. اما علت تشکیل شورای راهبردی در حال حاضر که الان در حدود 1 سال و اندی هست این کار انجام شده و اعلام موجودیت هم کرده، بیشتر از این نظر بود که در مقابل جبهه هماهنگ مبارزان ایران که از سازمانها تشکیل میشه، در شورای راهبردی از شخصیت‌های منفرد سیاسی و فعالان سیاسی دعوت بشه و از اطلاعات و تخصصهای اونا استفاده بشه. و خب در حال حاضر کارگروهاش تشکیل شده، به خصوص کارگروه های طرح‌های عملیاتیش و کارگروه دوره گذار که منظور این است که در دوره گذار چه طرح‌هایی باید تهیه بشه و اجرا بشه، این کارا انجام شده. اما اون چیزی که باعث تأسفه این است که بعضی از کنشگران سیاسی، حالا من به درستی یا نادرستی کارشون و اساسنامه‌شون برنامه‌شون کاری ندارم، ولی از نظر اصولی استفاده از نام شورای راهبردی، به خصوص اون چیزی که بعضی آمدن لوگوی مشابه شورای راهبردی رو استفاده دارن میکنن، این از نظر اخلاقی پسندی نیست. برای اینکه ما از نظر قانونی هم بتوانیم جلوی این کار رو بگیریم، من اینجا اعلام میکنم به این سازمانهایی که از این کلمه شورای راهبردی و یا لوگوی ما غیر مستقیم به مستقیم دارن استفاده میکنن، این است که این شورای راهبردی به ثبت رسیده در آمریکا و به صورت یک سازمان غیر انتفاعی و بعد البته تکس اگزمت یعنی معافیت مالیاتی فعلا نداره. ما از حساب یکی از این سازمان هایی که داخل جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند از اون برای معافیت مالیاتی استفاده میکنیم، ولی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی به ثبت رسیده و همینطور لوگوش به ثبت رسیده. بنابراین من اینجا اعلام میکنم به کسانی که از این نام بخوان استفاده بکنن، عملشون از نظر قانونی جرمه و ما امیدواریم که به صورت دوستانه مسئله حل بشه. حالا من در این زمینه البته در مورد این فعالیت‌های شورا بازم بحث‌های زیادی بنده خواهم داشت. در هر صورت مقدمت ما درست کنم که تعدادی از میهن پرستان، همینطوری که در روی سکیلی مورد می‌فرمایید، به ویژه دانشجویان و معلمان و کارگران و دانشگاهیان ساکن ایران و ترکیه و اروپا و آمریکا و کانادا، با تعدادی از میهن پرستان به ویژه دانشجویان و معلمان در عبارت دوباره نوشته شده، اینا توانستن یک سیستم بسیار پیشرفته‌ای درست بکنن از نظر شناسایی مسئولان رژیم در داخل کشور از شورای انقلاب تا الان. این گروه جوانان در داخل کشور که با ما همکاری دارن میکنن و برای این مطالب و به طرق مختلف برای من میفرستن،
و این آغاز کار، امیدواریم که بتوانند این جوانان که دارن کمک میکنند و نقطه امید همه ما هم همین جوانان هستند که بدون کمک هیچ کشور خارجی بتوانند واقعا این رژیم رو سرنگون کنند. در هر صورت کاری که انجام شده، این سوابق همونطوری که الان ملاحظه می‌فرمایید، سوابق کلیه مقامات مذهبی و اونایی که مذهبی های کلی در ایران هستند، که من یه توضیح عرض بکنم در این مورد مقامات مذهبی کلیدی، این است که در یکی از برنامه‌های چند سال پیش من اشاره کردم که در ایران یه حکومت سایه وجود داره و اونا عبارتند از در واقع مراجع تقلید. عرض کنم که و همونطور که مراجع می‌فرمایید، این نمایندگان رهبری در سازمان‌های کشوری و لشکری، امامان جمعه که نقش اساسی دارن در اداره امور کشور به وسیله بیت رهبری، همینطور سازمان های تبلیغات اسلامی و به خصوص این بسیار مهم، مسئولین عقیدتی سیاسی در سازمان های لشکری، منظور همه سازمان ها هم از ارتش یا سپاه، بسیج و سازمان های انتظامی. عرض کنم که بعد شناسه کلیه قضات، دادستان ها، بازجویان، مسئولین زندان ها، پزشکان قانونی، که این پزشکان قانونی بسیارشون از خود مباشرین جرم بدتر عمل کردن، یعنی افرادی که در زیر شکنجه کشته می شدن براشون یه بچه قانونی درست می کردن و اسامی مختلف سکته و امثال هم و پروانه فوت صادر می کردن. عرض کنم که اینها از خود مباشرین در واقع بسیار جانی تر بودن. همینطور شناسایی و تهیه بیوگرافی کلیه فرماندهان در نیروهای مسلح، این بسیار مهمه. الان این آمار وجود داره، ارتش و سپاه، پاسداران انقلاب، نیروهای بسیج، نیروهای انتظامی از بدو انقلاب تا کنون. البته من یه توضیح عرض کنم به طوری که الان نمونه رو خدمتون خواهم داد، برای اینکه این با به اصطلاح فعالیت طولانی چندین ساله اینا تهیه شده، اون چه که الان ارائه میکنم بنده خدمت دوستان فقط تصویر این اشخاص و اون بیوگرافی که در کنارش نوشته شده طوری تهیه شده که قابل خوندن نباشه و روش کپی نکنن و نتونن از این بهره برداری کنن. دلیلش اینه بود. در هر صورت حالا من نمونه رو نشون خواهم داد. بعدم شناسایی و تهیه محل استقرار ثابت و محلایی که جابجا میکنن نیروهای بسیج و سپاه پاسداران رو در سطح ایران، حتی تا رده شهرها و قصبات و جاده ها. بعد این بسیار مهم، شناسایی و تهیه نقشه محل استقرار پادگان های نظامی، هم از نیروی زمینی، نیروی دریایی و هوایی. اسامی افراد شورای انقلاب از همون روز تأسیس تا یکی یکی، البته تعدادشون از بین رفتن، اینجا در بالا نمیدونم بینندگان میبینن این قسمت رو یا خیر. خب این نمونه ایست از این برنامه که در اینجا اعضای شورای انقلاب هستند. عرض کنم که بعد تمام وزرای بعد از انقلاب و همه اسامیشون هست، از ابتدا تا انتها، تا همین کسانی که الان شاغل هستن اونجا تمام اسامیشون هست. بعد روحانیون مرجع تقلید که همین حکومت سایه هستن در واقع در ایران، که این اسامیشون مشخصه، شاید در حدود 150 نفر باید باشن این قول. منتها اینجا فقط تصاویرشون هست دیگه، خصوصیاتش نیست. بعد هم باز عامه مدرسین و طلاب حوزه علمی قومه، که من دیگه چون وقت تمامه اینا رو انشاءالله در امیدوارم در جلسات بعد با تفصیل بیشتری صحبت بکنم، همینطور استانداران و فرمانداران اسامیشون و مشخصاتشون همه هست و نمایندگان 8 دوره مجلس اسلامی از این آخر به قبل هستم. در هر صورت این فعالیت انجام شده، به خصوص این که آقای کراشی صحبت کردن چه اقداماتی صورت گرفته، این بخشی از اقداماتی است که ما داریم انجام میدیم. برمیگردیم به
مطالب جنابالی و اوضاع احوالی که الان در ایران حاکم هست. همونطوری که بهتر از بنده میدانید، یکی از عوامل، شما اشاره کردین خودتون، یکی از عوامل این که جمهوری اسلامی به بقای خودش ادامه میده و استمرار داره این است که تخصصی پیدا کرده در بحران سازی. یعنی اگر هر زمانی که برای مدت 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه مملکت آروم باشه احساس خطر میکنه و بنابراین یا خودش بحران درست میکنه یا از خارج بحران درست میشه و در هر صورت روی این موج سوار میشه و باز برای مدت خودش رو سرپا نگه میداره. اون چیزی که الان مطرح هست، حالا اگر صرف نظر بکنه از اون برنامه معلوم نیست، ولی تا الان برنامه این است که 2 مرتبه بهای بنزین رو ببرن بالا. ابتدا به عنوان یک آزمایش این کار خواهند کرد و بعد اگر واقعا مردم سکوت کردن و عکس‌العمل شدید نشون ندادن اینو به صورت دائمی در میارن. و حالا من میخواستم در این زمینه و همینطور وضع نابسامان اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت بفرمایید و معیشت مردم. البته همونطوری که همه میدانیم الان در حال حاضر جمهوری اسلامی به ظاهر یک رژیمی هست در پاس، ولی همونطوری که عملا میدانیم اصلا اونجا معلوم نیست که مسئولیت داره در مقابل مردم و هر گروه و سازمان و تشکیلات برای خودش در واقع حکومت مستقله و بعدم یک حکومت نامرئی وجود داره که حالا من امیدوارم در اون بخش مربوط به اسلایدهایی که نشون خواهم داد اونجا فرصتی باشه در اون زمینه صحبت میکنم. حالا من میخواستم اینو راجع به این بحران سازی و این وضع نابسامان اقتصادی جمهوری اسلامی و این معیشت واقعا بسیار بسیار دردآلود مردم نظرتون رو بفرمایید. خیلی متشکرم. جمهوری اسلامی جناب نصر اصفهانی طوری طراحی شده، یعنی قدرت، توزیع قدرت در درونش انحصاری هست، طوری طراحی شده که برایند کلی اون تضادها و تفاوتها بشه رهبر فعلی جمهوری اسلامی. یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی بر روی مجموعی از تناقضها سوار شده. علت اینکه این تناقض‌ها رو تونسته مدیریت بکنه، این علت اینکه این تناقض‌ها وجود داره از اینجا ناشی میشه در وهله اول که جمهوری اسلامی فلسفه وجودیش بحث ملت نیست، بحث امت، یعنی میخواد از دریچه امت به جهان نگاه بکنه، یک حکومت انقلابی باشه و یک نهضت باشه. کیسینجر هم این رو گفته بود که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که نهضت باشه یا میخواد یک دولت باشه. در حال حاضر هم بحث همینه که دولت آمریکا هم دوباره هم با همون پرسش مواجه کرده که میخواهید دولت باشید یک نهضت باشید. اما مجموعی از تناقضات داخل سیستم در داخل این امت بودن وجود داره. یعنی از یک طرفی بحث اینه که مسئله و چسب آحاد مردم ایران و ملت ایران مسئله ملیت نباشه، تاریخ نباشه، بلکه چیزی باشه به نام امت. و خب در اینجا مسائل متعددی درست شده، از جمله همین قومگرایی که اون فدرالیست خواها که چپهای سابق بودن روی این مسئله تونستن سوار بشن و این رو دارن تکرار میکنن، هم راه با ظرفیتی که داخل سیستم براش به وجود اومده. یعنی شما الان اگر مشاهده بفرمایید در استادیوم تبریز مشاهده کردید که چطور یکی از تیم‌های باشگاه تراکتورسازی هوادارانش اومدن شعارهای ساختار شکن دادن، شعارهایی که در همه جای دنیا اقدام علیه امنیت ملی فهمیده میشه و البته همه ما میدونیم که این شعارها رو نمیشه در استادیوم به راحتی داد. همه اینها نیازمند سطحی از سازماندهی هستش، همه اینها باید با لیدرهای باشگاه هماهنگی انجام بشه. میدونیم که این لیدرهای باشگاه با مسئولین باشگاه هماهنگ هستن و میدونیم که این مسئولین باشگاهی یک مجموعه اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی هستند که اونها تصمیم میگیرن و اون تصمیم نتیجهش میاد و توی فوتبال توی سکوهای استادیوم دیده میشه، شنیده میشه و توجیهی هم که درست میکنن برای
احتمالاً برخی از مسئولینی که باید مراقب این امور باشند این هستش که ما نشان بدهیم که اگر اتفاقی بیفته، اگر نارضایتی ها افزایش پیدا بکنه، ایران در معرض خطر بقا قرار میگیره و با این خطر و با این تهدید بتونیم مردم رو یا مخالفین رو ساکت بکنیم. در حالی که این توجیهیه، این رگ خواب پیدا کردن و دانستن رگ خواب مسئولین، دانستن اسم رمزیه که بتونن پروژه های امنیتی سیاسی خودشون رو از داخل اون فیلترها عبور بدن و کسانی که بایستی در دولت نگران این امور باشند رو فریب بدن. خب این نوع از مسائل متعدده. همونطور که عرض کردم، نظام جمهوری اسلامی مجموعی از تضادها و تنشها و اختلافاتیه که همه اینها توسط یک جایی به نام بیت رهبری مدیریت میشه و این ظرفیت اداره همه این تنشها و تناقضها و اختلافها توسط رهبر فعلی فراهم شده و به همون میزانی که رهبر فعلی پیر میشه، ناتوانتر میشه در رسیدگی به مشکلات متعدد جامعه که ترکیبی شدن از مسائل مختلف، و همون شدت هم کنترلش بر این گروه ها و جریان ها کاهش پیدا میکنه و به همین ترتیب هم دستورپذیری و اطاعت از یک مرکزیت کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی به همون شدتی که نشون میده که حکومت متمرکز هستش، به همون شدت همی که حکومت هر دنبیلی هست که الان مشخص نیست دقیقاً چه کسی تصمیم میگیره و چه کسی دستور میده و این دستور چه مقدار میتونه اجرایی بشه. خیلی عجیب بود که در مسئله زمینخواری که در حوزه لواسان مطرح بود، گزارش هایی که بیرون اومد نشون میداد که بالاترین مقامات کشور از خود رهبر نظام تا به دستور دادن که این مسئله متوقف بشه، اما علارغم دستورات شفاف و واضحی که صادر شده دستورها اجرایی نشده. به همون خاطر جمهوری اسلامی یک ماشینی که یک پدیده که بسیار پیچیده که پر از تناقض هست و لایه لایه هست اونجا قدرت، و هر لایه هم منافع خودش رو داره، بر اساس منافع خودش و تشخیص خودش تصمیم میگیره، اجرا میکنه و تصمیمات رو متوقف میکنه. این مسائل تا زمانی که حالت طبیعی بود و پول نفت وارد کشور میشد و نارضایتی های مردم در یک حد مشخصی بسته‌بندی و محدود بود، میشد کشور رو اداره کرد، میشد به هر حال از طریق همون بحثایی که شما فرمودید برای اداره روزمره کشور یک ترفندی رو اندیشید. اما با توجه به پیچیده شدن مشکلات جامعه و خطراتی که وجود داره و قطع شدن منبع پولهای، یعنی قطع شدن فروش نفت و آوردن پول به داخل کشور، فکر میکنم که دیگه نشه اینطور کشور رو اداره کرد و به همین دلیل روز به روز جنس اعتراضات مردم متفاوت خواهد شد، با یک پدیده جدیدی مواجه خواهیم شد و که متفاوت با قبل این شرایط بوده، اعتراضاتی که قبل از این ما مشاهده میکردیم. و اپوزیسیون باید به یک مسئله مهم در اینجا بپردازه، یعنی صرف فهمیدن وزیر داخل ایران کفاف نمیکنه، بلکه بایستی که مشخص کنه میخواد امور مردم رو به خود حکومت واگذار کنه و ببینه که حکومت چه اتفاقی براش میفته، یا میخواد به غربی ها و آمریکا واگذار کنه و ببینه که مثلا کاخ سفید چه تصمیمی میگیره، کی میخواد مذاکره کنه، یا کی میخواد چه نوعی از فشار رو اعمال بکنه، یا میخواد تحولات در داخل ایران رو در ادامه یک تاریخ بیداری بفهمه. ما به هر حال در دوره مشروطه فهمی که پیدا کرده بودیم از تاریخ، یک کتابی نوشته شد به نام تاریخ بیداری ایرانیان. کماکان باید ببینیم اون فصل باز است و قراره که مسائل ایران رو در داخل تاریخ بیداری ببینیم و اتفاقات ایران رو در ادامه تاریخ بیداری بفهمیم، یا می‌خوایم که روند اتفاقات در ایران رو ادامه تمایل بیگانه ها یا وضعیتی که بر جمهوری اسلامی عارض میشه درک بکنیم. خب اینجا بی مناسبت نیست جناب اصفهانی در مورد کارهایی که راه‌های عملی که اپوزیسیون در بیرون ایران با رهبری یا بی رهبری دنبال می‌کنه بپرسم و این سوال رو تکرار بکنم که راه‌های عملی که اپوزیسیون در بیرون دنبال می‌کنه با توجه به اینکه رهبری باشه یا رهبری نباشه چی هستش؟
بله بسیار متشکر جناب عالی، خیلی مبسوط به اون پرسش بنده پاسخ دادیم، بسیار آموزنده بود. اما در مورد این سوالی که فرمودی در واقع بعد میگرده به همین پاسخی که جناب عالی الان لطف کردیم. طبیعی است که در مقابل این جمهوری اسلامی که یک هدف داره و هدفش عبارت است از بقای خودش، براش فرق نمیکنه که این به چه قیمتی به ملت ایران که اعتقاد نداره چه صدمه‌ای وارد بشه و یا حتی امت رو بتواند با هم یکاسه کنه یا یکاسه نکنه، اونا فرق بر قضیه است و اصل قضیه بقای خودشه به هر قیمتی. بنابراین اپوزیسیون که البته یه بخشی در خارج هست و قسمت عمده همین جنبش های اعتراضی مردم در داخل کشور، اینا هستن که رژیم رو سرنگون خواهند کرد. حتی اگر کشورهای بیگانه بخوان کمکی به اینا بکنن، ولی پایه و اساس خود ملت ایران و همین جنبش های شبکه‌ای موجود در داخل. در مقابل چون هدف جمهوری اسلامی بقای خودشه و با هر قیمتی با امکانات مالی وسیع و به اصطلاح برنامه های ضد شورش که داره، تمام همگامش رو صرف این میکنه که هیچ گونه اعتراضی به مرحله عملی برای سقوط نینجامه. این طبیعی است. بنابراین در مقابل هم این طرف همونطوری که در داخل ایراد میگیرن به اپوزیسیون خارج که چرا شما با هم متحد نمیشید، بنابراین راه کار این است که این نیروهای اپوزیسیون هر کدوم هر چند ناچیز باشن، ولی وقتی به هم بپیوندن یه نیروی عظیمی خواهد شد. بنابراین راهش عبارت است از اتحاد سازمانها، حالا به هر گونه که ممکنه. هر کدوم از این سازمانها خب طبعا میخوان استقلال خودشون داشته باشن، ولی اون چه که مهمه چون هدف مشترک همه لااقل تعداد قابل توجه قریب اکثریت قریب به اتفاق هدفشون براندازیه، در این هدف مشترک میتونن با هم دیگه متحد باشن، ضمن این که سازمان خودشون هم دارن. در اینجا البته مسئله مهم عبارت است از رهبریه که عده‌ای معتقدن باید رهبری ابتدا به وجود بیاد و این رهبری است که بتونه این سازمان ها رو با هم متحد بکنه. در مقابل عده‌ای معتقد هستن که ابتدا بایستی این نیروها با هم متحد بشن به هر شکل ممکن تا از بین خود اینها رهبری به وجود بیاد، یا اگر رهبری وجود داره بیاد و با اینا هماهنگی بکنه. اون چه که مهمه و من چون سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که بتوانم یه پرسش دیگری از جناب دارم انجام بدم، این است که تنها چیزی که حربه برنده‌ای که ملت ایران در اختیار داره اون هویت فرهنگی چند هزار ساله است و این ناسیونالیسم ملیه، اون روح میهن پرستی و غرور ملیه که در دو سه هفته پیش هم راجع به این زمینه زیاد صحبت کردیم. البته اینجا وقتی میگیم ناسیونالیسم، منظور اون ناسیونالیسم است که ملت رو در نظر بگیره، نه اینکه ناسیونالیسم قومی که هر قومی هم بگن که خب ما برای خودمون ناسیونالیست هستیم و بخوایم حالا یا خود مختار بشیم، حق تعیین سرنوشت داشته باشیم و هر چیزی دیگه. من اینجا پاسخم رو کوتاه میکنم، برمیگردم به این سوالی که الان همیشه مطرح هست. این شرایطی که وزیر خارجه آمریکا برای تغییر رفتار رژیم، که این تغییر رفتار رژیم هم خودش خیلی زیر سوال هست، آیا این شرایط وزیر خارجه آمریکا برای این تغییر رژیم اصلا عملی است یا خیر؟ اگرم عملی باشه آیا بعد از اون دیگر جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر؟ خیلی متشکر میشم. به هر حال آمریکایی ها مسائل خودشون رو دارن، نگاه خودشون رو دارن و در ایران دنبال منافع درونی خودشون هستن. یعنی در از نظر یک سیاست آمریکایی که یک نگاهی به ایران داره و اون نگاه رو داره دنبال میکنه، و اون نگاه میتونه از طریق تغییر رفتار رژیم هم تضمین بشه. یعنی مسئله اینها اینه که بخش ایدئولوژیک نظام از بخش ایدئولوژیک یا از محتوای ایدئولوژیک تهی بشه و
تبدیل بشه به یک حکومت نرمالی از دیدگاه آمریکایی‌ها و اون مجوز بودن رو خواهد داشت از منظر آمریکایی و طبیعتاً مسئله اونا حل خواهد شد. یک مقدار مشکلات استراتژیک با ایران دارن، با جمهوری اسلامی دارن، یک مقدار مشکلات عقیدتی دارند و خب در پی این هستن که این مسائل و مشکلات رو حل کنند. در حال حاضر هم به طور مشخص دو تا مسئله اساسی رو در اون لیست 12 گانه باید در نظر بگیریم که اون برای آمریکایی‌ها اولویت داره و هر دو حول محور امنیت اسرائیل میچرخه. مسئله اول اینه که جمهوری اسلامی میخوان که ژئوپلیتیک منطقه‌ای خودش رو تعریف بکنه و اون رو به رقبای خودش واگذار بکنه و یا به کسایی واگذار بکنه که آمریکا از حضور اونها در کنار مرز اسرائیل احساس نگرانی و ترس نکنه. مسئله بعدیش اینه که طول برد موشک‌ها رو کنترل بکنه و بیاره پایین تا این موشک‌ها خطری رو برای امنیت اسرائیل به وجود نیاره. من فکر میکنم که این در شروط 12 گانه بیش از هر چیزی بر مبنای منافع و امنیت اسرائیل نوشته شده و اون رو دنبال میکنه و طبیعتاً در درون جمهوری اسلامی هم کسانی هستن که فکر میکنن با واگذاری این امتیازات، یعنی با واگذاری مسئله منطقه ژئوپلیتیک منطقه ای به رقبا و کوتاه اومدن در حوزه موشکی میشه بقا رو تضمین کرد و ادامه داد. یعنی از دیدگاه اونها البته این مسئله موشکی و منطقی باید در نظر بگیریم که هر کدوم پیوستهایی داره. یعنی وقتی که اینها جمهوری اسلامی میخواد مسئله موشکی رو حل بکنه یا مسئله منطقی رو حل بکنه، باید اون ساختار نظامی یا فکر سیاسی نظامی که داخل ایران وجود داره و این برنامه ها رو به عنوان برنامه های سیاسی نظامی دنبال کرده هم باید محدود بشه، کنترل بشه. یعنی همون چیزی که آمریکایی ها اسمش رو گذاشتن تروریسم، یعنی برخورد با تروریسم در داخل نظام جمهوری اسلامی هم این باید اتفاق بیفته تا آمریکایی ها اون 12 شرطی رو که تنظیم کردن و گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی برآورده بشه. اما مسئله ای رو که میخوام به کوتاهی در آخر بشه این بحث اشاره کنم اینه که آمریکایی‌ها مسئله خودشون رو دارن و ما مسئله خودمون رو داریم. این به این معنی نیست وقتی آمریکایی‌ها فشار میارن به جمهوری اسلامی ما بریم به پشت سر جمهوری اسلامی بیستیم، این امکان پذیر نیست، چون جمهوری اسلامی یک شبکه بسته است، یک حکومت بسته است و ایستاده پشت سر و سعی کرده که محتوای حکومت رو از مردم خالی بکنه و یک باند عمل بکنه، یک فره عمل بکنه. مسئله ما طبیعتاً این نیست، اما مسئله اینه که به همون میزان هم نمیشه سیاست‌ها و ادعاهای بیگانه‌ها رو تأیید کرد و روایت‌های اونها رو تصدیق کرد. مسئله کماکان برای ایران اینه که ما چطور میتونیم در مسیر بیداری ملی حرکت بکنیم، یک دولتی ملی داشته باشیم که هم بتونه با دولت‌های بیرونی ارتباط خوب داشته باشه، با نظام بین‌الملل هم رقابت کنه، هم همکاری کنه، هم تضاد داشته باشه، هم اتحاد درست بکنه و هم اختلاف داشته باشه، و هم اینکه چطور میتونیم از ژئوپلیتیک که نیاز ملت دولت و ملت ایران هست دفاع بکنیم، هم چطور میتونیم چنگال‌های خودمون رو حفظ بکنیم، توان نظامی و امنیتی خودمون رو ارتقا بدیم و اون رو زیر نگاه نیروهای بیرونی و بیگانه، دولت‌های بیگانه تعریف نکنیم، بلکه از بر مبنای نیاز ملیمون به یک تعریف برسیم. من فکر میکنم که دوستان اشاره میکنم وقت تمام شد. بسیار متشکر، سپاسگزار. چون وقت ما تمام هست من خدمتتون بدرود عرض میکنم. امیدوارم که در برنامه های بعدی هم لطف بفرمایید تشریف بیارین، از این استفاده بکنیم. سپاسگزار، بدرود، تا برنامه های بعدی. بسیار متشکرم جناب خود. بینندگان عزیز، چون وقت ما تمام هست من خدمت بینندگان با سپاسگزاری بدرود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. و ضمناً تقاضا این است که اگر در برنامه‌ای که الان مورد فرموده، قسمتی که مورد فرمودید، اگر نظری، پیشنهادی، چه نسبت بیانات جناب کلاشی راجع به عرایض بنده صحبتی داشتن،
لطف بفرمایند به این شماره تلفن هایی که در روی اسکرین منظم می‌فرمایند، شماره 650-619-7623 یا 832-277-7748 لطف بفرمایند پیام بذارند. مجدداً بدرود عرض می‌کنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. چنگ و دندان گشایی ما